احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان از استکهلم همراه ما هستند. جناب علوی، مجموعه ای از خبرها رو در ارتباط با مشخصا این بحث مشکلاتی که خودروسازان دارن، اینکه بیان به صادراتی رو بیارن، به صادرات اقلامی رو بیارن که اصلا به حوزه کارشون مرتبط نیست، این شرایط رو چطور میبینید؟ خب این نشانه شکست صنعت خودرو ایران و حاکمیته، چرا که ما میدانیم که با امکانات رانتی و به اصطلاح بندوبست‌های سیاسی که میان حاکمیت ایران و عراق بود، خب تلاش شد که خودروهای ایران به عراق یا سایر کشورهای همسایه صادر بشه و از قبل اون ارزی به دست بیاد و این خودروسازان بتونن به این وسیله بازار خودشونو گسترده‌تر بکنن. منتها موفق نشدن و البته دلیل ناموفق بودنشون هم این بود که خودروهای ایرانی کیفیت بالایی ندارن، نمیتونن رقابت بکنن با به هر حال سایر خودروسازان در کشورهای دیگه، به طور خاص کشورهای اروپایی و امریکای شمالی. بنابراین با توجه به محدودیت‌های ارزی که حاکمیت الان داره، حاکمیت تلاش میکنه که این شرکت‌های خودروسازی که عملاً بیشترشون هم برشکسته هستند رو وادار کنه به صادرات کالاهایی که به قول شما سنخیتی هم نداره با اون عرصه کاریشون. و البته اینجا چند تا سوال مطرح میشه، آیا این یه روش مطلوب است برای به دست آوردن ارز؟ که البته نمیشه چنین گفت. و دو اینکه آیا امکان دارد که از این شیوه به هر حال ارزی کسب کرد؟ با توجه به اینکه صادرات اقلامی رو که شما ازش اسم بردید، به هر حال ما بازیگرانی داریم در عرصه اقتصاد ایران که این کارها رو از قبل انجام میدن و سپردن این کالا به صنعت خودرو برای صادرات عملا یک رقیب برای اونها درست میکنه و معلوم نیست حاکمیت میخواد مشکل رو چگونه حل بکنه. ما تو از این قضیه که بگذریم، میدانیم که ایجاد بازار صادراتی طول میکشه، چند سال طول میکشه تا به هر حال جا بیفته و بنابراین نمیشه انتظار داشت که این راه حل بتونه در کوتاه مدت مؤثر واقع بشه. و حتی به اصطلاح ابهام های بسیار دیگری وجود داره در ارتباط با صادرات این اقلامی که به هر حال هیچ ارتباطی نداره با صنعت خودرو. جناب علوی، خیلی کوتاه زیر یک دقیقه میتونید در مورد افزایش در واقع سرسام‌آور قیمت خوراکی ها و اقلام اساسی سفره های مردم هم کوتاه توضیح بدین؟ خب با توجه به تورم عمومی که وجود داره و البته این تورم عمومی ناشی از اون افزایش نقدینگیه و به هر حال نظریه هایی که در مورد اقتصاد ایران وجود داره تایید میکنه که این افزایش نقدینگی و تورم به طور مستقیم وابسته است به اتلاف منابع اقتصادی در ایران و به طور خاص رانتی بودن اون و فساد گسترده که باعث ناترازی بودجه و در نتیجه افزایش نقدینگیش میشه. و به هر حال این تورم مشکلات حاکمیته که به دوش مردم به هر حال میفته. سپاس از شما احمد علوی که همراه ما بودین در برنامه امشب.